نزدیک به یک سال از تصمیم طالبان در صدور دستور ممنوعیت کار و فعالیت زنان در افغانستان می گذرد و همچنان بسیاری از شرکتها و سازمان ها موفق نشدند نیروهای زن را به کار گیرند از جمله این نهادها سازمان های بین المللی بودند که بعد از صدور دستور طالبان فعالیت نیروهای زن خود را متوقف کردند که این موضوع بر حجم فعالیت این سازمان ها تأثیر بسیار زیادی گذاشت. همکارم فاطمه موسوی گزارش می دهد. پس از ممنوعیت کار زنان در دفاتر سازمان ملل متحد در افغانستان از سوی گروه طالبان این گروه در تقابل جدی با جامعه جهانی قرار گرفته تقابلی که نگرانی ها را از وقوع یک فاجعه بشری تمام ایار در افغانستان افزایش داده است دفتر هماهنگ کننده کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا به تازگی هشدار داده که با تمام شدن بودجه برای کمک های بشردوستانه افغانستان در معرض بالاترین خطر قهدی در 25 سال اخیر قرار دارد این نهاد افزوده که 20 میلیون نفر در افغانستان با گرسنگی شدید روبرو هستند و 6 میلیون نفر آنها در یک قدمی قحطی قرار دارند و اگر بودجه برای کمک های بشر دوستانه به صورت فوری تهیه نشود افغانستان با یک فاجعه بشری در مقیاس بزرگ روبروست. در گزارش اوچا آمده که تعداد افرادی که در افغانستان در خطر قحطی احتمالی قرار دارند یکی از بالاترین ها در جهان است. اوچا گفته که در پایان سه ماه اول سال میلادی خورشیدی تنها توانسته پنج ممیز چهار دهم درصد از بودجه مورد نیاز را که 250 میلیون دلار می شود دریافت کرده است. این نهاد اعلام کرده بود که برای رسیدگی به بحران بشر دوستانه در افغانستان در سال 2023 میلادی نیاز به تأمین چهار و درصد میلیارد دلار دارد. دفتر هماهنگ کننده کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد در گزارش سه ماهی خود آورده که نهادهای های امداد رسان در حال حاضر با کمبود بودجه مواجه هستند و این امر آنها را مجبور می کند که سطح کمک ها را افزایش دهند. این نهاد به عنوان نمونه آورده که در بیستم ماه مارس برنامه جهانی قضا WFP اعلام کرد که با بودجه فعلی فقط به چهار میلیون نفر از سیزده میلیون نفری که برای دریافت کمک های بشر دوستانه در ماه آوریل برنامه ریزی شده بود میتواند کمک های قضایی اساسی را ارائه کند. اوچا در گزارش خود افزوده که این امر به این معنی است که 9 میلیون نفر آسیب پذیر و گرسنه کمک غذایی دریافت نخواهند کرد. با توجه به این گزارش نشانه های جدی قحطی در افغانستان در حال افزایش است و اگر گروه طالبان به تقابل خود با جامعه جهانی ادامه دهد و سازمان ملل دفتر سیاسی خود را در این کشور ببندد مردم این کشور با بی ترین بحران و قحطی در جهان مواجه خواهند شد فاطمه سادات موسوی اخبار شیعه